هر که دارد هوس نون و کره بسم الله باشه بیاد محفل. روغن رو میگیری؟ میخوام نوابی ترین آیتم محفل رو بدنشون بدم همون کیوان. این رژیمیه که این لقمه داره میرسه. این نون روغنی فراموش نشه تو محفل ها. اینو ببین ببین اینجوری باید این کراش یه ذره اضافه است یه کم اینو بگیری تموم این تازه ترین و دوخ ترین کباب ممکن است به جرأت اگه تو شرق تهران کباب به این آب داری به این خوشمزدگی جایی پیدا کردین لطف کنی آدرسش رو به منم بدین یه بعد اینقدر محفل نیام. جانم آقا صحنه رو ببینید. این صحنه تو پیج من راحت 2 میلیون قش و ضعف به وجود میاره. میگی نه؟ آره ببین. واه واه. این تکنولوژی منقل ببین. تا حالا مراحل مرینت کردن 60 کیلو جوجه رو دیدین؟ این سری تو این پست میخوام مراحل آماده سازی 60 کیلو جوجه زعفرونی محفل بهتون نشون بدم. کوچولو این نقطه جوجه تهرونه. واه واه آقا در طول روز بالای 300 کیلو محفل جوجه میزنه. دیو گونه نوری دیو یه مرینتش کن ببینیم. حالا اشتم. واه واه آقا اصل طعم این جوجه های محفل به این مرینته که آق نوری میزنه. به پاچش بیریم مرحله اول آب لیمو نمکش بلبلش شما بیشن بود نسیرش اینم از دل خرکیش همون خردل خودمون جونو جونه دلم اینم اصل قضیه است ولی پیش خودمون بمونه چیه خب بگو دیگه نمیگی چی میزنی اینو نمیزدی قبلا ها تو جوجه جدیده اینم از ماسش که به جوجه ها اضافه میشه بح بح اینم از فلفل لولمن اینم از پیاز خلالیش آقا قبل از اینکه این پیاز اضافه بشه این جوجه 2-3 ساعت تو آب پیاز خودش میخوابه اون آب پیازش همه اینا رو که نوری جون ریخ یه طرف این زعفرون فردالا یه طرف واه واه رنگو ببین رخو بگی کارو بگی اکنون نوری و رضا ماساژ میدن واه واه آنه نوری جون بریم همش بزن دو تا از بهترین آشپزای ایران این جوجه رو دارن مرینت میکنن چه شود رضا نوری مالش بده نوری جون جونم چربش نکرده ماساژش دادی چربش کن دادا واه واه اینم روغن زیتونه من آخر جوجه بدون استخون محفل واه واه جونه این پرسه دوسیقه دیگاره آره این هم از جوجه با استخونه اون که آماده شد به به همون که ایوان ببین 10 دقیقه نمیمونا و هوا رفته آقا جون بابک این آخر سالی حلالم کن به خاطر این سر ببین اینجا بکنیم خیلی زیاد ببین این وسطش خشکه یه ذره دیگه میزنی توی این کره و آب کباب روغن رو میگیری بار جمعه این هم از جوجه‌های بدون استخون محفل به به ببین این سینیا به جون بابک یه رو بیشتر نیمونا من اومدم این تا طبقه بالا کباب بود انقدرش رفت وقتی کبابی سعی یک بعد از اون انقدر پیش داشته باشه شما بدون کارش درست وقتی منقل به این بزرگی کم میاد باید منقل کمکی و خط پخت اضافه کرد به به اما عبدو بیا ببینم جانم به به اما کیوان تو بیا ببینم جانم آقا جوجه رو ببین جوبیده رو ببین به جرأت اگه تو شرق تهران کباب به این آب داری به این خوشمزدگی جایی پیدا کردین لطف کنی آدرسش رو به منم بدین اینقدر محفل نیام اگه کباب خور باشی حتما باید این نونکره یه با کباب بخور ببین دیدی گفتم تموم میشه نگاه کن سیخ جوجه ها نصف شد اه واه این خوراکه این با برنجشه اینم از برنج ایرانیشون جانم اه واه
نسا تمام محمل کبابش تمومی نداره، خالی میشه پر میشه، خالی میشه پر میشه. جانم اینا همه نشونه کیفیت کارا. یخچال رو نگاه، محول تنها کبابیه تو تهران که من نمیتونم بین آیتماش فرق بذارم، هم جوجه با استخون، هم بی استخون، هم لقمه، هم چنجه، هم برگش، هم کویدش بی نظیره. این جوجه با استخون نیست در جهانه. جوجه با استخون به این تردی اگه پیدا کردی به جون بابک نمیدونه. اینو ببین خدای رنگ کباب رو نگاه کن، این اینجوری نصف میکنی بعد میزنی تو این آبکره که این بغله. خب جنگ ببین میشه کوبیده جلاخور. اما حضرتون وحشتناک کاری، من بازم اومدم شرق تهران و پیش سلطان کباب کوبیده جوجه بی استخون با استخون چنجه برگ تهران محفل تا 13 فروردین 1400 یه آفر جدید براتون گرفتم در ازای 200,000 تومان خرید. چه حضوری چه تلفنی از محفل یه دوره یک کنه نیتی خانواده بهتون فری میدن کباب و برنج و نون و همه اینا دیگه فراهمه. این دوره کم بود که اینم براتون روش فری گرفتم. ساعت کارشون از ساعت 12 ظهر تا 4 بعد از ظهر، از اون 7 تا 11 شب ارسال تو محدوده خودشون با پیک خودشونه. خارج از محدوده اگر خواستین، یعنی خارج از محدوده بودین خواستین غذا رو بسازید بیرون من ازشون بگین، خودتون حساب میگیرین تشریف میاد اینجا غذا رو برمی‌داره میره. خیلی شلوغه، نمیتونن اونجوری حساب بگیرن، بیونش یه دست خودتون میره. تو اون ویدیو مراحل مرینت کردن جوجه بدون استخون رو به همراه شف رضا و شف نوری دو زوج جدا نوشدنی محفل بهتون نشون دادم و مرحلشو گرفتم. حالا بیا پایین چند تا غذا رو بهتون معرفی کنم. این پورس جوجه با استخونشونه، قیمتش 8000 تومانه، برنج و گوجه و کره و فلفل هم کنارش. از بی‌نظیره تو جوجه‌های با استخون تهران، این یکی از خفن‌ترین آیتم‌هاست. پورس کبابشونه 2 تا سیخ 100 گرمیه. یعنی مجموعش 200 گرم با برنج، اینم قیمتش 80 تومانه. کبابش تو حالت عادی سیخ 27000 تومانه. 100 گرمه. اگر میبینی قیمتش پایین اومده که همه سیخا 100 گرمیه. حالا لقمه هم دارن، قیمت لقمه چند گرمه؟ لقمه 180 گرمه. 48 تومانه. از این وضعش سنگین‌تره. یه سینی 3-4 نفره دارن که یه سیخ جوجه با استخون، بی استخون، یه دونه لقمه، یه چنجه، یه برگ کلی دورچین، قیمتش 370 تومان. برنجش نیست، اگه خواستی میتونیم برنج در کنارش بگیریم. این ورس جوجه بدون استخونش به شدت خوشمزه است. این بالی که میبینید درسته، خود بالش قیمتش 23 تومان هر سیخی. این بورس جوجه با برنج قیمتش 67,000 تومان. هم میتونیم کباب رو با برنج سفارش بدیم، هم میتونیم بدون برنج مثل این قراشتور سفارش بدیم. ببین اینو خیلی بهت پیشنهاد میکنم، برنجی که استفاده میکنه برنج کاملا ایرانیه. خیلی اینجا رو بهتون معرفی کردم، خیلی زیاد، یعنی ناراضی اصلا نبود. تو این بینیم که الان داشتم گزارش میگرفتم، خیلی مشتریه راضی که از قبل من خود اینجا رو گذاشته بودم با اینجا آشنا شده بودم اومدن. ساعت کاریشون بهتون گفتم تو این تایم تشریف آوردیم، اگر شروع بود خواهشان یه ذره تحمل کنید، بچه ها تو سریع ترین زمان ممکن غذا رو بهتون تحویل میدن، ولی اگر یه ذره تاخیر خورد به بزرگی خودتون ببخشید، یا تو شلوغی نمیشه زیاد سریع راه انداخت و فلان. کنار اینا پیاز و نارنج و اینجور چیزا هم سالاد و ماست رو بهتون اولا میتونید بگیرین. تو سالادشون هم میتونید پایین بشینین، هم لوژ خانوادگی بالا داره. خیلی ترتمیز، خیلی سریع، داغ، یه کباب ترد آبدار لذیذ، به اضافه یه جوجه بدون استخون که به جرأت لنگش جای ترا نمیتونه پیدا کنه. تا 13 بدرم به 13 فروردینم این دوم شفاعت براتون فری گرفته. این نقطه رو ببین، آیدی پیجش آدرس دقیقش هم تو کپشن دوباره براتون میذارم. خیلی چیکی.